حتما انقلاب که بشه، حتما شرط توازن قوا که عوض بشه، خیلی ها به صفوف ما میپیوندن. اگر حضور داشته باشیم، فدایی نه آرمان واقعا عجیبی رو نمایندگی میکرد، نه حرفی داشت. شما یادتون نیست که اون موقع کسی شعار جدایی مذهب از دولت، شعار آزادی بیان، برابری زن، اینا رو حتی چپ اون موقع که 10 سال فعالیت کمونیستی کرده بود بلد نبود، نشنیده بود کسی این چیزها رو. و اولین بار کلا همین جریان کمونیسم ما، مارکسیسم انقلابی اون موقع تو شروع کرد تو برنامه آوردن اینا رو. واقعا فکر میکنم باورتون نمیشه اینا رو من میگم، فکر میکنین اغراق میکنم، ولی بالاخره واقعیت اون موقع اگه جلد 1 و 2 مجموعه آثار منصور حکمت رو حوصله کنین بخونین، متوجه میشین که چپ حتی به ما میگفت چرا میگی آزادی بی قید شرط بیان، این که خیلی لیبرالیه. از این حرفا اون موقع چپ میزد و هیچ خاصی در واقع نمایندگی نمیکرد. با این حال همین که شلوغ شد، چپ جامعه فکر بره دنبال کی؟ خمینی که نمیخواد، مجاهدم که نمیخواد، رفت دنبال فدایی. چند صد هزار نفر آدم رفتن دنبال فدایی. اون تا فدایی واقعا نه قرار بود قدرتی رو بگیره، نه سنت اجتماعی بود، نه تو عرصه‌های اجتماعی خاصی واسه زنا، واسه جوانا، واسه کارگرا، واسه مردم داشت. در نتیجه خب از بین رفت و بالاخره میدونیم چه بلایی به سرش اومد و چه بلایی به سر کل جامعه اومد. ما خیلی فرق میکنیم، ما یه حزب اجتماعی هستیم تو عرصه‌های مختلف. اگه دقت کنین الان کسانی که در عرصه زن حرف میزنن همون مطالباتی که تو برنامه حزب کنسکارگری هست دارن مطرح. حتی اونایی که به ما بد و بیراه میگن کم و بیش همونا رو، چون کمتر از اون بگن باوروشون میره. تو عرصه جنبش کارگری اگه تمام قطعنامه ها رو نگاه کنین، جملات و کلماتش شاید با برنامه دنیای بهتر فرق داره، ممکنه خیلی از اونا که می‌نویسن با ما نباشن، ولی اینقدر برد داره این حرفا که کم کم تأثیر خودشو گذاشته. و تو زمینه مذهب الان همین روحیه رو داریم می‌بینیم، تو خیلی چیزا همینا رو علیه اعدام همینا رو داریم می‌بینیم. می‌خوام بگم ما مطالباتمون، یه سری سنتامون، یه سری فرهنگ سیاسیمون یه مقدار رفته تو جامعه، ولی اون موقعیت کمونیسم یه فاکتور مهمیه که فقط با عمل ما عوض میشه. یه نکته دیگه هم این که خب بالاخره یه سری که دنبال کروبی موسوی میفتن فقط این نیست که فکر میکنن اینا آدم های خیلی خوبی هستن، اینا بهتر از حزب کنسکارگری هستن، یا اینا بهتر از حتی چه میدونم گروه های دیگه هستن. یه دلیلش امکانگراییه، میگه الان خطر نداره، الان به کمک اون میتونم بیام بیرون، الان اون اگه ممکنه بیاد. همینجور که یه دور به خاتمی مردم رای دادن به خاطر گل روی خاتمی نبود، گفتن اگه به خاتمی رای بدیم به ناطق نوری رای ندیم، شکاف بیشتر تو حکومت میفته، شاید بشه یه نفسی کشید، شاید بتونیم وقت از شهر همشون راحت بشیم. میخوام بگم مردم یه محاسبات اینجوری هم، توده وسیع مردم یه همچین محاسباتی هم میکنن، یه فضای روانشناسی تو جامعه شکل میگیره در ابعاد توده‌ای که مردم بر اساس اون رفتار میکنن توی دوره‌ای، و یه همچین محاسباتی میکنن که خیلی جاها غلط البته، ولی نمیشه هی گفت آی مردم چرا رفتیم به خاتمی رای دادیم. کسی که این کارو بکنه نمیتونه مکانیزمای مبارزه مردم رو بفهمه، باید فهمید تا اتفاقا آوانس نداد به رژیم بگه 20 میلیون بله به خاتمی رای دادن، خیلی وضع خرابه. ما فهمیدیم و گفتیم که مردم به خاطر اینکه به ناطق نوری رای ندن رفتن به خاتمی رای ندادن، ولی ما هیچ وقت مردم تشویق نمیکنیم و ما فکر میکنیم مردم حق ندارن، هیچ حقوقی در انتخابات ندارن، ندارن چه نباید شرکت بکنن به رسمیت بشناسن. ما حرف خودمون رو زدیم، اونجا جامعه رو سعی کردیم بفهمیم، مکانیزم مبارزه مردم رو سعی کردیم بفهمیم. به نظر من اینا فوق العاده مهمه، منتها از زاویه تعداد آدم خب معلومه. من باز یه جمله دیگه از اول تو وسطش صحبتم هم گفتم، یه نکته از مبانی کمونیسم کارگری رو دوست دارم بهش اشاره بکنم که میگه بالاخره تو سنت ما پاسخش رهبریه، ما احتیاج به تعداد کافی آدم پرحرارتی که بتونن هر بار از اول جلو صف بیفتن و دیگرون رو قانع کنن که باید این راه رفت، باید اینجوری جلو رفت، و این سنت احتیاج به کادر داره. در نتیجه کادر، رهبر عملی، رهبر سیاسی تو سنت ما جایگاه برجسته‌ای داره. ما حزب پارلمانی نیستیم بگیم خب یه 15% جامعه رو داریم، حالا بد کار کنیم خوب کار کنیم میشه 12% یا میشه 18%. نه، ما اگه هر بار کادر تربیت نکنیم، جلو جامعه نذاریم، تو مبارزاتی که هست، تو اتفاقاتی که هست جلو صحنه بیفتیم، رشد ما فقط از این طریق میفته. و به همین دلیله که گفتم انتظار از شما میره که همین جوری به خودتون نگاه کنین، به عنوان کادرایی که هر جا هست میتونین حضور داشته باشین و نقش خودتون ایفا کنین. آره، کیان گفته که بعد از میلاد دیگه نوبت نگیرین. به هر حال کیانه که تعیین میکنه تا کجا جلو بریم. و به هر حال میلاد جان شما هم بفرمایید، 1 دقیقه صحبت کن بعد من صحبت.
رفقا، من ظاهرا همونطور که اصغر گفت نتونستم بحثم ظاهرا خوب فرموله کنم. من فقط میخواستم ما نقش تناسب قوا رو این وسط نادیده نگیریم، در این که پراتیک ما باید هر روزه باشه و ما باید هر روز خودمون رو بذاریم جلوی جامعه. بحثی نیست، ما باید هر روز خودمون رو بذاریم جلوی جامعه تا جامعه بتونه تو روز انتخاب ما رو انتخاب کنه. البته همینطوره، منتها بحث سر اینه که بالاخره تناسب قوایی هم وجود داره و شرایط ممکنه توی وضعیت انقلابی متفاوت باشه و جامعه نیاز بیشتری احساس کنه به رفتن طرف احزاب سیاسی و انتخاب حزب سیاسی مورد نظر خودش. بحث من صرفا اینه. در مورد موسوی کروبی هم البته تردیدی نیست که جامعه اونو از سر گذرونده و الان دیگه توهم خوشبختانه به نیروهای دست راستی مثل اینا نداره. من منظورم چیز دیگه ای بود از اون بحث، امیدوارم که رفقا متوجه شده باشن. منظورم این بود که بیایم و راجع به تناسب قوا صحبت کنیم و اینکه الان چه اجازه ای به ما میده و چه انقلابی ممکنه چقدر متفاوت باشه رویکرد مردم سمت احزاب سیاسی. الان هیچ حزب سیاسی حرفش تو کوچه و بازار نیست، فقط ما نیستیم که حرفش نیست، احزاب برانداز و تندرو رادیکال منظورمه، یا کمتر هست لااقل، شاید به خاطر همون شرایط متفاوته. منظور من نقش شرایط و تناسب قوا بود همین، و الا تو تلاش ما و تو پراتیک ما که شکی نیست باید هر روزه باشه و باید مداوم باشه. تشکر میکنم. من مرسی میلاد جان. من فقط یک نکته، میلاد نکات صحبت خودش روشن بود، من سوال ندارم، منتها منو یاد یه نکته انداخت بگم، یه واقعیت درستی که گفت که موقعیت شرایطیه که الان موقعیت احزاب راست، نمیدونم سلطنت طلب، احزاب ملی اسلامی که به ویژه الان وضعشون فوق العاده خرابه، احزاب سنتی خیلی وضعشون خرابه. اگه نگاه بکنین میبینین الان یه دوره شرایط اینجوریه، منتها خب این میتونه گوشه ای از تبیین ما از اوضاع باشه، ولی ما نمیتونیم دلمون، ولی تاش نمیگم میلاد اینو گفت، من گفتم خودم یادم افتاد که این نکته رو بگم، نمیتونیم دلمون رو خوش کنیم به اینکه بگیم این دوره وضع همه اینجوریه و بالاخره ما عقب تر از دیگرون هستیم. ما نباید خودمون مقایسه کنیم در واقع به این معنا و به این معنا راضی نگه داریم خودمون رو. ما باید همینجور گفتم بیرحمانه ببینیم اشکالات و ایراداتمون چیه، بزنیم رفع کنیم و جلو بریم. برای رفا خیلی ممنون، نیم ساعت هم از بیشتر تحمل کردین، تو جلسه موندین، امیدوارم بخیر شروع خوبی باشه. امیدوارم اون ترسی که چیز که اول جلسه قبل از جلسه به من داد اون اتفاق نیفته. امیدوارم تو درسای دیگه که رفقای دیگه حسن تعداد بیشتری شرکت کنین، دوستای بیشتری رو بیارین شرکت کنین. و در این حال اینو اضافه کنم، اگر بیرون این به اصطلاح جلسه سوالی، چیزی، توضیح، به ویژه اون رفیقمون که در مورد شهرزاد که در مورد حزب و جامعه گفت فرصت نشد زیاد صحبت بکنیم، اگر سوالی نکته باشه میتونیم کتبی بعدا نکات باشه از کیان یا هر جور واسه من بفرستین، من سعی میکنم حتما به درجه بتونم جواب بدم بهش. مرسی از همگی. کیان جان مرسی. من میکوبم.